نمایندگان مجلس به کلیات طرح مدیریت تعارض منافع برای مبارزه با مفاسد اقتصادی رأی دادند. مقرر شد طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع و به صورت دوشوری بررسی شود. نمایندگان همچنین برخی از بندهای طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس برگشت شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند. جزئیات اخبار بهارستان در گزارش آقای پیشبهار. کلیات طرح مدیریت تعارض منافع رو به رأی بگذارید. تصویب شد. بررسی طرح مدیریت تعارض منافع از امروز با تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی کلید خورد. تعارض منافع به شرایطی گفته میشه که یک شخص بر سر دوراهی منافع اجتماعی و مأموریت‌های سازمانی و از سوی دیگر منافع شخصی، خانوادگی، حزبی و یا غیره قرار میگیره و در واقع تأمین یکی از این منافع منجر به تأمین نشدن دیگری میگردد. هدف اصلی این طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از رانت‌های مدیریتی در سطوح مختلف اعلام شده است. اگر میخوایم نظارت در کشور درست انجام بشه، ما دستگاه‌های نظارتی رو باید یک کاسه‌شون کنیم. انتصاب افراد آشنا و فامیل نشان می‌دهد که در گذشته خطاهایی صورت گرفته که نیازمند تدبیر است. همه مجلس به دنبال احقاق عدالتن، به دنبال رفع رانت و فسادن، اما اون چیزی که امروز به عنوان طرح پیش روی ماست ایرادات اساسی داره. وقتی که این قانون رو مصوب بکنیم مبارزه اساسی پیدا می‌کنیم، در واقع در یک شرایط رو در رویی مناسب قرار می‌گیریم با فساد اقتصادی. این طرح دارای 17 ماده است که پیش از این در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی و تصویب شده بود. تنها کشوری هستیم تو این بخش قانون نداشتیم. یکی از بحث‌هایی که مردم با مسئولینشون داشتن، سوالاتی داشتن بر اساس تفکرات خودشون بود. این قانون کمک می‌کنه که مردم بدانن بر اساس چه قانونی، چه مبادی، چه تبصره‌ای از مدیرانشون سوال داشته باشن. بدین ترتیب طرح مدیریت تعارض منافع پس از بررسی‌های کارشناسی و رفع ایرادات در ادامه جزئیات آن در صحن علنی به بررسی نهایی گذاشته خواهد شد. لایحه تمدید مهلت‌های مجلس شورای اسلامی امروز همچنین به لایحه دولت درباره تمدید 4 ساله قانون تأمین منابع انسانی برای اخذ جرایم رانندگی رأی مثبت نداد. برای تأمین نظر مجلس در مصوبه دیگری جهت تأمین نظر شورای نگهبان طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را اصلاح و تصویب کرد. بر اساس این طرح در انتصاب اشخاص در مشاغل حساس باید از مراجع سگانه قوه قضاییه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه استعلام صورت گیرد. از ساعت 14:30 دقیقه امروز هم تعدادی از وزرا و مسئولین اجرایی کشور میهمان کمیسیون‌های مجلس خواهند بود. قرار است که وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس با حضور در کمیسیون اقتصادی به بررسی آخرین وضعیت بازار سرمایه بپردازند. همچنین وزیر صنعت نیز با حضور در کمیسیون صنایع و معادن به بررسی طرح مربوط به ساماندهی صنعت خودرو خواهد پرداخت. پیش‌بهار، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.